امروز در خبر. وزارت خارجه ایتالیا دیروز اعلام کرد که فرانکو فراتینی وزیر خارجه آن کشور سفر خود را به ایران که بنا بود دیروز آغاز شود لغو کرده است. این اقدام در واکنش به اقدام ایران در مورد تغییر محل دیدار وزیر خارجه ایتالیا با مقامات ایران از تهران به سمنان که محل پرتاب موشک جدید ایران است صورت گرفته است. فراتینی پیش از این سفر خود به ایران که قرار بود در ماه مارس انجام پذیرد را یک بار به تعویق انداخته بود، زیرا ایران در آن زمان در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران حمله 22 روزه اسرائیل به باریکه غزه را محکوم کرد. دنی آیلون معاون وزیر خارجه اسرائیل دیروز گفت که آزمایش موشکی جدید ایران میبایست زنگ خطر را برای اروپا به صدا درآورده باشد. آیلون در گفتگو با رادیو ملی اسرائیل اظهار داشت این آزمایش جدید از نظر اهمیت استراتژیک چیزی را برای ما عوض نمی‌کند، برای اینکه ایران پیش از این هم موشکی با برد 1500 کیلومتر آزمایش کرده است، ولی این باید موجب نگرانی اروپایی‌ها شود. آیلون همچنین مدعی شد که ایران برای تولید یک موشک دوربر تلاش می‌کند که می‌تواند به ایالات متحده برسد. این در حالی است که مطبوعات اسرائیل دیروز گزارش کردند که ایالات متحده به تأمین مالی برنامه سیستم ضد موشکی ارو 3 اسرائیل ادامه خواهد داد. تصمیم در این مورد طی اجلاس سالانه مقامات بلندپایه ارتشهای آمریکا و اسرائیل که هفته گذشته در پنتاگون برگزار شد، گرفته شده بود. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران دیروز در سخنرانی خود در سمنان موافقتنامه سعدآباد بین ایران و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا را که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی منعقد شد، توافقنامه یک جانبه، تحمیلی و ننگین توصیف کرد. بر اساس این موافقتنامه ایران برای اعتمادسازی و جلوگیری از طرح پرونده اتمی آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل غنی‌سازی اورانیوم را داوطلبانه تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمدی‌نژاد گفت زمانی که در سعدآباد آن توافقنامه یک جانبه، تحمیلی و نمی‌خواهم بگویم ولی ننگین را تنظیم کردند، با خود گفتند کار ملت ایران تمام شد. آنها گفتند باید تمام فعالیت‌ها تعلیق و درب آزمایشگاه‌ها بسته شود و رشته‌های دانشگاهی که مربوط به انرژی هسته‌ای هستند در دانشگاه تعطیل شود. آنها با امضای این توافقنامه جشن و پایکوبی کردند و در آن زمان نخست وزیر معزول وقت انگلیس مصاحبه کرد و گفت ما میوه عراق را در سعدآباد چیدیم. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون washington.com.